لااقل مردم به این آدم میفهمونن که کار ناشایست و غلطی کرده و اقلا او پاداش نمیگیره. 3 دقیقه و 50 ثانیه تا این لحظه به وقت تلف شده داره. تیم ملی مال 60 میلیون جمعیته، نه مال یه سری که مثلا خواسته باشن روی عقیده و فکر خودشون که بازی انجام بدن، باز فکر 60 میلیون انجام میدادن. یا زمانی که مربی رو می‌خواستن عوض کنن اون زمان رو باید عوض میکردن، نه الان که دیگه کاری میگن کاری برای بچه‌ها دیگه نمیشه کارش کرد دیگه. این کاری که بچه‌ها باختن دیگه. چندین فرصت از دست رفته در بازی‌های قبلی و حالا 2 گل خورده شرایط فوق‌العاده دشواری رو برای بچه‌ها ایجاد کرده. ما اگه از عربستان نخورده بودیم، اگه قطر رو برده بودیم و ده‌ها اگر دیگه، اصلاً لازم نبود که به استرالیا بیایم. همیاری بچه‌ها بوده که تا این لحظه هم تیم تونسته، یعنی هیچ امکاناتی هیچ چیزی نبوده که بخواد بهمون داده باشن که الان از اون توقع داشته باشه. سرانجام تور مرمت میشه و بچه ها حالا 42 دقیقه سخت و طاقت فرسا پیش رو دارن. 42 دقیقه که در پایان اون یا سلام به فرانسه است و یا خداحافظی. برای سلام گفتن به اعتقاد من به چیزی نزدیک معجزه نیاز داره. پیروانی یه توپ بلند با سر مهدویکی ها برخورد میکنه، قربت برمیگردون حالا برای باقری، او به عزیزی و سریع یک ضرب برای مهدویکی ها داخل محمد کریمه، فرصت برای مهدویکی ها بزدی در را بسته نگرد. سعدابی یه توپ برای عزیزی، زلش مزاحمش هست، توپشون به دایی میرسید، او رو دور میزنه، به تعامی میرسه، مجدد خود عزیزی صاحب توپ میشه، مرتوب رو دور میکنه، عزیزی توپ رو برای باقری به گل اول ما به ثمر میرسه. و حالا کار خیلی تغییر میکنه. بعضی وقتا آدمای نادون باعث پیشرفت میشن، باعث وحدت میشن. شاید این بابایی که تور دروازه ما رو پاره کرد به ما بد نکرد و شاید پرتوقعی باشه، اما یه گل دیگه یعنی ویزای فرانسه. استرالیا قصد داره ارنی تپای رو به بازی بیاره. بزنیش توپ بلندی رو برای زمین ما میکشه. کریم باقری توپ رو برمیگردونه. دایی عزیزی رو میبینه. کاش این زمین کوچیک‌تر بود.
اتفاق میفته اینه ملت ایران یک پارچه وجود داره و ای ایران ای مرز پرگهر. شای صحنه ها شادیم وصف ناپذیر است، دلم می خواهد تا همیشه ادامه یابد، دلم می خواهد فیلم تمام نشود. هراسانم از این که باز شادی تمام شود.